کتاب رمان ما به نویسندگی مهناز عطارها و دکتر فوجان زینی. ما آینه از زندگی من و تو. ما باز تعریفی است از خشونت، عشق و احترام. ما نوری است به زوایای پنهان و ناگفته رابطه. ما عبور از تاریکی و تنهایی است به روشنایی و جمع. برای سفارش از وبسایت foojan.com دیدن فرمایید یا با تلفن 818-451-4-0 تماس حاصل فرمایید. درود فراوان به شما عزیزان، من دکتر فوجان زینی هستم و به یکی دیگر از برنامه‌های ندای درون خوش آمدید. برنامه‌ای است که مال شماست، راجع به مسائلی که در زندگی شما مطرحه از دیدگاه روانشناسی صحبت می‌کنیم و گفتگویی داریم با روانشناسان و متخصصینی که در این رشته روانشناسی و مسائل اجتماعی و خانواده تخصص دارن. مهمان عزیز من خانم نسرین برخورداری که مشاور خانواده هستن، تخصصشون در پرورش کودکان هست. ولی کاری که در این مدت با هم انجام دادیم اینه که یک سری برنامه‌هایی داریم براتون تهیه می‌کنیم که راجع به در حقیقت آزار و اذیت برای کودکان یا انسان‌ها هستش. دلیلی که این برنامه‌ها رو داریم تعیین می‌کنیم و دوست داریم از این دیدگاه به شما یک مقدار زیادی آگاهی ببخشیم، برای اینکه نظری من اینه که اشخاص خیلی موقع‌ها این اتفاقا برشون برای اونها اتفاق می‌افته، برای اینکه آگاهی ندارن که چجوری سیگنال‌ها رو بخونن و از قبل مواظب باشن که مورد ابیوز قرار نگیرن، آزار و اذیت. و یا اینی که کسانی که آزار و اذیت رو انجام میدن خیلی موقع ها چون در قبل برای خودشون اتفاق افتاده و اونها رو ترمیم ندادن، از خودشون نگهداری نکردن، اون خشم و اون نوع رفتارها در وجودشون هست و اون رو دوباره تکرار میکنن و خیلی موقع تأثیر اتفاقی رو که داره میفته متوجهش نیستن. و در نتیجه آگاهی رو که دوست داریم به شما بدیم اینی که از دیدگاه‌های مختلف، از قسمت‌های مختلف این مسئله رو باز بکنیم. شروع کردیم یک سری صحبت داشتیم، برنامه‌های مختلف داشتیم. میتونیم برین تو foojan.com، برین تو یوتیوب چنل و اونها رو نگاه کنین. زیر سلطه ابیوس نوشته شده، با یه داکیومنتری فیلم میکر صحبت کردیم که یه دونه فیلم درست کرده بود راجع به ابیوز و سکشوال ابیوز. و همونطور گفتم از قسمت‌های مختلف قراره که این مسئله رو باز کنیم برای شما. خوشحال میشم که با ما باشید و خانم نسرین برخورداری تا چند لحظه دیگه با شما خواهیم. چرا ما؟ برای اینکه راجع به من و توه، من و تو، و در رابطه یک زن و مرد، رابطه ازدواج، رابطه عاطفی، رابطه‌ای که من با خودم دارم، هر انسانی قسمت‌های مختلف وجودش رابطه با هم داره، رابطه‌ای که ما زن‌ها با هم دیگه داریم، من با من، من با شما، شما با شما، همه با هم، یعنی ما. چی شد که ما رو انتخاب کردی؟ خانم مهناز عطارها که جایزه بردن در رمان نویسی، با هم نشستیم صحبت کردیم، دوست داشتیم که یک دونه کتابی بنویسیم راجع به ابعاد مسائل روانشناسی که خوشگم نباشه، چون دائم من راجع به روانشناسی صحبت میکنم، ولی در حالت داستان باشه و تمام ابعاد ارتباطات یک شخص رو با خودش، مخصوصا زن،
با خودش و بعد زن با مرد و زن با بقیه زنها و زنهایی که نسل در نسل چجوری پیامها رو به هم دیگه دادیم در این کتاب در کنار هم اومد و به خاطر همین اسم ما رو گرفته. یکی از نوین ترین کتابهایی که نوشته شده چون روانشناسی هستش که در روبان رفته، دو نفر در کنار هم اومدن با دو تا تخصص مختلف این رو در کنار هم آوردن و نه تنها از نظر ادبی خیلی غنیه بلکه حالت درمانی هم داره. من اونجا رسیدم که رفته یه اتاق اجاره کرده تو خونه، توی یه خانواده پولدار و دلیلش هم این بوده که رفتم این کارو کردم به خاطر که پولدارا از بس سرگرم زندگی خودشون هستن دیگه کاری به کارت ندارن. من فکر میکنم که تو این کتاب من، شما، شما هممون میتونیم خودمون رو پیدا بکنیم، یعنی ابعاد مختلف. و من به این نتیجه رسیدم با خوندن این کتاب، هنوز آخرش نرسیدم، همون جایی که هستم تا حالا رسیدم به این جایی که چقدر ما دردهای مشترک داریم، چقدر ما به هم شبیهیم و فکر میکنیم غریبه ایم و این ما رو به ما معرفی میکنه. و فضای ابعاد پیام‌های سنتی که نسل در نسل برای ما اومده تا زندگی‌های امروزمون رو، تا شخصیت امروزمون رو، تا روابط عاطفی ما رو و صمیمی ما رو به وجود بیاره، از اون فضای سنتی به فضای مدرنیته و چجوری تمام اینها در وجود ما و در ارتباطات ما خودش رو نشون میده در این کتاب گذاشته شده که تک تک شما به قسمتی از اون میتونین نگاه بکنین و حسش بکنین چون در زندگی شما هم هست. چرا آقایون این همه طرفدار ما شدن؟ من در جایی که بودیم و این کتاب ها روی بوت شما بود و ایرانیان امریکن وومنز با هم بودیم، چرا اینقدر آقایون تو صف بودن و استقبال میکردن؟ چون به هر حال شرح زندگی یه خانومه. آقایون هم در ارتباط با خانوم ها، مادرشون، خواهرشون، همسرشون، فرزندانشون، دخترشون. و یکی از مواردی که این کتاب راجع به صحبت میکنه راجع به رابطه عاطفی با آقایون و قسمت هایی رو که ممکنه که اونها هم پیام های فرهنگی راجع به رابطه عاطفی و ازدواج داشتن و اون رو چجوری نگاه میکنن و قسمت های نوینی رو که میتونن نگاه بکنن رو لذت میبرن ازش، چون در این کتاب شاید درک بکنن که ابعاد ذهنی و احساسی یک زن چیه که خیلی به دردشون میخوره. چون اینقدر اوریان نوشته شده، همه چیز آدم دوست داره اوریانی رو، یعنی با یه دوستی که فکرش برات بازه اوریانی خوشحالی. با این کتابم خوشحالم من، حالا شاید شما هم تجربهش بکنید. شاید به خاطر اینکه من روانشناس هستم زیبایی کار من اینه که در کنار آدم ها میشینم در فضای اوریان و باید این فضا اینقدر امن باشه که اونها بتونن اوریان بشن و دوست داشتیم که با خانم عطارها این کتاب هم این امنیت رو به وجود بیاره که شخصی که میخونه نه تنها اوریانی رو بخونه بلکه اجازه بده که در وجود خودش رو برای خودش اوریان کنه. سپاسگزارم ازتون، موفق باشید و توصیه میکنم به همه عزیزان بینندمون که حتما کتاب ما رو در کتابخونه‌شون داشته باشن، هم خوشاب و رنگ، هم اوریان، هم زندگی درش هست و خیلی لذت بخش. مرسی از خانم مهناز عطارها و دکتر فوجان زینی عزیز، پژوهشگر، نویسنده و روانشناسی که در این کتاب واقعا خودش هم اوریان فکر کرده و راحت با آتون صحبت کرده با اسم خودش. منم تو این کتاب هستم در کنار شما. خب عزیزان، دوباره خوش آمدید به برنامه این ندای درون و شما هم خوش آمدید. یک دنیا ممنون. مرسی. من همیشه خیلی لذت میبرم از اینکه مهمان برنامه شما هستم و مرسی. خانم برخوردارین، امروز خیلی باید صحبت بکنید، برای اینکه من سرما خوردم، وسطاش ممکنه سرفم بگیره و صدام هم همچین زیاد جالب نیست. در نتیجه فکر میکنم که دوستان عزیز بیشتر مایل هستن از که شما بشنون. منم میشینم اینجا لبخند میزنم گهگداری، فقط اگه سرفه اجازه بده میپرم وسط. ولی واقعا متاسفم که باید بگم ما اگه این برنامه ها رو داریم میخوایم از اطلاعات خیلی 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 نایاب و عزیز شما استفاده کنیم، بنابراین یک کمی ابیوزتون خواهیم کرد. راست، اگر این وسط ها شروع کردم سرفه کردن ببخشید، مجبورم از این آب نبات ها بخورم که سرفه نکنم.
واقعا متاسفم. من داشتم دیشب به شوهرم میگفتم 13 سال من با شما کار میکنم، هرگز ندیده بودم یه همچین سرماخوردگی اینجوری به شما غلبه کنه. لطف کردن عزیزان همگی با همین هدیه رو به من دادن، منم قبول کردم این هدیه رو. ماه گذشته فکر میکنم 3 یا 4 هفته پیش بود که ما اینجا بودیم و شروع کردیم یک سریز جدید رو راجع به ابیوز به طور کلی، صدمه و زیان زدن، رفتار آسیب گرانه داشتن نسبت به عزیزی یا کس دیگری صحبت کردن. و اولین قسمت این برنامه رو شروع کردیم به خانواده هایی دادیم که همسران گرامی به همدیگه آسیب میرسونن، بهش میگن دامستیک وایلنس، یعنی رفتار خشونت آمیز درون یک خانواده که 2 نفر یا چند نفری که باید خیلی برای همدیگه عزیز باشن توی خونه رفتاری دارن که بسیار آسیب میرسونه از با انواع اقسام مختلف. و اگر که لطف کنین برنامه اون ماه رو تماشا بکنین، ما این مسئله رو کاملا باز کردیم که به چه صورتهایی یه نفر این ضرر و زیان رو میرسونه و به چه دلایلی. امروز میخواستیم یک مقدار دیگه این رو ادامه بدیم، این بحث رو باز بکنیم، برای اینکه خدایی نکرده ما به این نگاه نمی کنیم که کی مقصر هست، یا بخوایم بگیم که کسی که ابیوز میکنه حالت یک انسان وحشی رو داره و واقعا باید دست پلیس دادش. به هیچ عنوان، این انسان هم واقعا خودش ویکتیمه، خودش کسی هست که قربانی این مسئله، این خشمی هست که در وجودش هست و به این صورت داره خودش رو نشون میده و بنابراین نمیشه هیچ کاری راجبش نکرد، نمیشه کمک نگرفت و فکر کرد که خودش خود به خود خوب میشه. ریشه بسیار عمیقی داره. متاسفانه خیلی موقع هم قبل از اینی که یک ایستی جلوش نیاد قطع نمیشه. و من متاسفانه اینو خیلی دیدم از کسانی که خانواده‌ای بودن که از ایران تشریف آوردن و یک رسم و رسومی داشتن تو کتک زدن، و وقتی که اومدن این کار رو ادامه دادن تا زمانی که متاسفانه مجبور بوده که پلیس بیاد بگیره ببره زندان، و اون روزی که رفتن زندان و دیدن موضوع جدیه، از اونجا به بعد حداقل مسئله کتک زدن رو رها کردن. حالا ممکنه دوباره اومدن از کلام این صحبت رو، این ضربه ها رو با کلامشون گفتن، ولی حداقل اون رو ایستاد نگه داشته. و بعد چون مجبورشون کردن از اونجا برن روان درمانی یا این دوره هایی رو که باید برن که یاد بگیرن که چجوری خشمشون رو پایین بیارن، تونستن کمک بگیرن و یه مقدار یاد بگیرن، و تا قبل از اون چون با کتک زدن هر چی دلشون می‌خواسته میتونستن بگیرن، اون راهو ادامه دادن. خوشبختانه سیستم آمریکا جوری نیست که چون تو فرض کن کتک زدی یا حمله کردی الان برو زندون بشین آب خنک بخور و اونجا خواهی مون سالها یا 1 سال یا 2 سال بدون اینکه کمک بگیری. سیستم واقعا برای این هست که به خانواده ها کمک بکنه. ارزش پدر و مادر بودن بدنی و واقعی فرزند به قدری برای سیستم آمریکا مهمه که بیشتر مواقع این عزیزان رو کمک میکنه که به تراپی برن انگر منیجمنت، کمک بگیرن و بتونن به آغوش خانواده برگردن. بنابراین درسته که براشون یک کانسکوینس هایی داره و اولش ممکنه چند روزی زندان نگه دارن، ولی ultimately هدف این نیست که اینها رو یه گوشه بندازن و از جامعه و از خانواده جداشون بکنن. سیستم آمریکا به طور کلی از نظر روانی یک مقدار زیادی با تحقیقات زیاد متوجه هست که چرا یک نفر اصلا این کار رو انجام میده. ما باید بدونیم که بیشتر مردها هستن که حالت تهاجم رو دارن. و چرا؟ برای اینکه غم مردها به صورت دیپرشن، به صورت غم ممتد و عمیق خودش رو نشون نمیده. اکثر مواقع احساسات مختلفی که خوشایند نیست و مردها رو به ضعف میکشونه، خودش رو قیفوار، بهش میگن میل ایموشنال فانل سیستم، فانل یعنی قیف، به صورت قیف تمام این احساسات خودش رو از روی اون لوله باریک انگر خودش رو نشون میده. این احساسا میتونه ترس باشه، تنهایی باشه، خجالت
عدالت باشه، احساس گناه باشه، غم عمیق و ممتد باشه، حسودی باشه، ناآرامشی، حسادت منفی، ناامنی، ناامیدی، نارضایتی، عصبی بودن، عصبانیت داشتن از زمان کودکی، عشق نگرفتن، اعتماد به دنیا نداشتن و تمام این احساس ها میتونه خودش رو با انگر، ریج و حالت خیانت آمیز و جنایت آمیز به کسی که قرار همراه زندگی من باشه خودش رو نشون بده. زنها بیشتر به طرف غم میرن، ولی اونجاست که اونا خودشون رو قوی نمیبینن و توی غم، توی افسردگی، توی دیپرشن یک حالت قوی و قدرت وجود نداره، پشتش با بیقدرتی و بیپناهندگی وجود داره و میخوان اصلا قایم بشن و قدرت حتی برای انجام اعمال روزانه هم ندارن، در حالی که مردها با انگرشون، با ریجشون اون حالت فایت رو درشون به وجود میاره که برای سیف نگه داشتن، امن نگه داشتن حتی حالتهای احساسی خودشون به اون پناه میبرن و با اون این احساس رو رها میکنن. خشم میدونی که قدرت میاره، در دقیقاً که خشم قدرت میاره، تمام احساساتی که یک مرد ممکنه که احساس ضعف توش بکنه، که از بچه که بهش گفتن گریه نکن، مرد که ضعیف نیست، باید حتما قدرت داشته باشه، شروع میکنه که با خشمش این قدرت رو به وجود آوردن و بعد وقتی میبینه که یه چیزی رو میخواد دریافت بکنه با اون خشمی که داره به هر صورت آدم ها رو میترسونه، با اون خشم این کار رو میکنه. یا مثلا کسانی هستن که یاد گرفتن که باید شما به من احترام بذاری و تنها راهی که تو میتونی به من احترام بذاری از دیدگاه ترسه. پس اون وقت با خشمشون ترس رو به وجود میارن که از توی اون ترس بتونن احترام رو به وجود بیارن، که البته واقعی نیست و احترام به وجود نمیاد، فقط ترس به وجود میاد، ولی توی زندگیشون این ثبت میشه به اینی که خب من هر وقت که یک ذره هارتم پورتم بکنم این ممکنه که اون شخص عقب بکشه و من اون چیزی رو که میخوام رو به دست بیارم. دقیقا همینطوره. دکتر فرانکلین ارنست یک مدلی رو بیرون میده برای اینکه ما بیشتر متوجه بشیم این احساس از کجا میاد و میگه 4 نوع هست که انسان ها با هم در ارتباط هستن. یک نفر میگه I'm not okay, you're not okay. هر دومون یه حالت منفی و پایین داریم و هر دومون با ضعف کنار میریم و قدرتی پشتش نیست. یکی دیگه این هست که من اوکی نیستم ولی تو اوکی هستی و این اون رابطه ای هستش که با خودش میتونه ابیوز و زیان و اون رفتار رو، برای اینکه اگه من احساس کنم که من اوکی نیستم و تو اوکی هستی، احساس خیلی بدیه و من باید تو رو پایین بیارم و من تو رو باید با خودم برابر بکنم تا اون احساس بد رو از خودم دور بکنم و اینجاست که انگر و اون حالت خشونت آمیز راه پیدا میکنه. سومیش اینه که من اوکی هستم، تو هم اوکی هستی، بنابراین با هم خوبیم و من خودم رو پایین نمیبینم، ضعفی نمیبینم، لزومی نداره که بخوام ایجاد ترس بکنم، که بخوام باهاش احترام رو به وجود بیارم. و چهارمیش این هست که من اوکی هستم و تو هم اوکی هستی، یکی دیگه شم من اوکی هستم ولی تو اوکی نیستی، که اونم خشم رو با خودش به وجود نمیاره، چون من اگر احساس رضایت و امنیت با خودم بکنم احتیاجی ندارم که بخوام از تو احترام بخوام یا پای تو وحشت بندازم و بخوام احساس قدرت بکنم. من آردی احساس خوبی نسبت به خودم دارم. و روی این مدل ما داریم متوجه میشیم که کسی که داره این همه خشم رو به وجود میاره چقدر خودش احساس ناامنی و نارضایتی و کوچکی میکنه و میخواد اون رو ماسک کنه، میخواد اون رو قایم بکنه و برای همینه که این حالت صدمه آثارو واقعا توی خانوادهش و برای خانواده و برای همسرش به وجود میاره. خیلی موقع ها شرایطی رو که نگاه میکنیم برای کسی که این خشم رو داره میذاره، مثل perpetrator هست، شخصیت خودش، اغلب این اشخاص توی کودکی خودشون ضربه دیدن، آسیب دیدن، کتک خوردن
و یا اینی که بالعکسش هم من دیدم خانم برخورده و اونم این بوده که مادر و پدر خیلی خیلی ضعیفی داشتن و تقریبا در دوران نوجوانیشون رفتن بیرون یاد بگیرن که چجوری با این پدر و مادری که ضعیف هستن رو هرچی دلشون میخواد ازش بگیرن و در نتیجه با خشمی که استفاده کردن روی پدر و مادر دیدن من با خشم هرچی دلم میخواد میگیرم و از اونجا دیدن که خب پس حالا همسری هم میگیرم که همون کارو باش انجام میدم. ولی اغلب این گروهی که گفتم خیلی کم هستن، اغلب اشخاص این خشم رو در خانواده خودشون دیدن، یعنی که دیده که پدر کتک زده مادر رو، فحاشی کرده، هر وقت خواسته کار بکنه اون، پس در نتیجه اینو یاد گرفته به عنوان اینی که راه ابراز احساساتش و راه در حقیقت کنترل پیدا کردنه. من اونقدر مسئله ابراز احساسات رو توش نمیارم، با اینکه خب برسا داره احساسش رو ابراز میکنه، ولی نیت معمولا کنترل کردنه در این شرایط و به خاطر همین کنترل خیلی خیلی مهمه که خیلی ها هستن که ممکنه که خشمگین بشن، جیغ داد بکنن، ولی نیت کنترل کردن ندارن، فقط خودشون رو رها میکنن، بچه هم ممکنه ناراحت بشن بیان خود معذرت خواهیشون رو بکنن. ولی کسی که تو دوره دامستیک وایلنس به اون حالت میفته، کسی که واقعا نیاز به کنترل داره و تشویش و اضطراب براش به وجود میاد، میخواد که کنترل بکنه، احساس میکنه که اون قدرت رو نداره، از اون تشویش و اضطراب شروع میکنه بد اخلاقی کردن، بد عنقی کردن، هی بهانه میگیره، به این بهانه میگیره، به اون بهانه میگیره، بعد این زیادتر میشه، انگیزه خودی زیادتر میشه و بعد این بعد فوران بزنه و توی اون فوران زدنه میاد دنبال یه چیزی میگرده. بالاخره همیشه بهانه‌ای هست که بخوایم کسی کتک بزنیم، همیشه بهانه‌ای هست، یه بهانه‌ای رو پیدا میکنه و شروع میکنه این رو خالی کردن. بعدش ناراحت میشه، ریمورس پیدا میکنه، میاد معذرت خواهی میکنه، نمیدونم هدیه میخره، دلجویی میکنه، یه مدت میگذره و دوباره میبینید تشویش و اضطراب در شروع میشه و این سیکل ادامه پیدا میکنه. فقط سیکل معمولش اینه که بعد از یه مدتی هدیه اینا که میره، هانیمون استیج دیگه ندارن، هدیه ها میره، حالا گهگداره میاد مثلا معذرت خواهی میکنه، بعد مثلا خانم برمیگرده میگه که چرا تو که معذرت خواهی میکنی، تو که دوباره میکنی، من کجا بتونم به تو اعتماد بکنم دیگه و و و، بعد میبینیم که معذرت خواهی را میندازه اصلا دیگه و در نتیجه میشه بهانه گرفتن، حمله کردن، سکوت، بهانه، حمله، سکوت، بهانه، حمله، سکوت، و این سیکل همینجور ادامه پیدا میکنه تا یک جایی یا یکی صدمه میبینه یا یکی به پلیس زنگ میزنه یا یکی بالاخره تصمیم میگیره بره و قطع نمیشه تا یک از اینا اتفاق نیفته. خیلی دوست دارم که این سیکل رو باز بکنیم و کاملا توضیح بدیم که به چه صورتی این تجاوز، این واقعا تجاوز به حریم، این رفتار خشونت آمیز به چه شکلی دور میزنه و مرتب تکرار میشه. برای اینکه خانمای عزیزی که قربانی این مسئله هستن بعضی وقتا بیشتر مواقع احساس میکنن که دیگه هرگز این کارو نخواهد کرد، چون داره میگه فهمیده و دیگه نمیکنه، یعنی گریه کرد دیگه نمیکنه، و خود شخصم که باعث شکستن دست و پای همسرش شده قسم میخوره توی اتاق من که من دیگه این کارو نمیکنم و باور داره که نمیکنه و خیلی مهمه که ما اینو باز کنیم. ولی قبل از اینکه اونجا بریم، شما اشاره به یه مسئله کردین دکتر زین که دوست دارم که حتما بازش کنم چون کمتر کسی راجع بهش صحبت میکنه. ما همیشه صحبت از این میکنیم که بچه‌هایی که توی خانواده‌هایی که خشونت آمیز با هم رفتار میکنن بزرگ میشن، این رابطه یک رابطه مالتی جنریشنال هستش که از یک جنریشن به جنریشن بعد میره و این بچه ها اگر که سپورت سیستم نداشته باشن، عشق نگرفته باشن، خودشون تبدیل به ابیوزر میشن. ولی کمتر صحبت کردیم از این که اونایی که پدر و مادر ضعیف دارن چطور به اونجا میرن. من همیشه راجع به پرنتینگ استایل صحبت میکنم و اینکه چطور باید اتوریتیو بود، چطور باید دیسیپلین داشت، چطور باید یک استراکچر داشت و به فرزندانمون یاد بدیم که برای موفق شدنشون لذت رو از خودشون دور بکنن. و یکی از این استایلایی که خوب نیست، صحیح نیست و متاسفانه چون ما هنوز توی جاهایی هستیم که هنوز توی آمریکا دقیق نمیدونیم چطور باید فرزندان رو بزرگ بکنیم، یا حتی توی کالچرهای دیگه مثل کالچر میدل ایسترن و ایران
شروع کردیم از فشار خیلی زیاد آوردن، ایجاد ترس کردن، کودک زدن به بچه، برگشتیم مثل یه پنجلوم رفتیم به یه جای دیگه ای که میشیم پرمیسیف پرنت و داریم میگیم بچه احتیاجات خیلی زیاد داره، خیلی ظریفه، باید هر چیزی رو که میخواد بهش اجازه بدیم انجام بده. و پدر و مادرها یک جایی گیر کردن که با قربون صدقه و با هر چی که دلش میخواد و هر موقع که میرن، الان خیلی پدر و مادرها تو آفیس من میگن وقتی میریم 99 سنت 10 تا قلم برمی‌داره میخواد، خب چه اشکالی داره؟ 99 سنت 10 دلار هم نمیشه، این چیه که شوهرم انقدر بخواد بالا پایین بره یا دیگرون بگن نکن دیگه؟ بعد خب تویز آر اس میریم، خب 5 تا چیز برمی‌داره، خب حالا اب نداره، خب حالا بچه است دلش میخواد، من نمیخوام تو دهنش بزنم، مگه نمیگن که باید سلف استیم داشته باشه؟ همینا باعث میشه که شما بچه احساس قدرت بیشتری بکنه. و من امروز دارم فرزندان 4 و 5 و 6 و 7 ساله رو میبینم که با یادگیری حرف‌های خشونت آمیز و متاسفانه در کمال تأسف حرفای تندی که از دیگرون یاد میگیرن خونه میارن و با پدر و مادر استفاده میکنن و پدر و مادر دارن میان تو آفیس من و دارن میگن فرزند 4 ساله من داره به من میگه هر لغتی رو که میخواین جاشو پر کنین و من نمیدونم با این چه کار بکنم. و من اصلا میمونم که اونجاست که اونا دارن این فرزند رو به یک کسی که ابیوز بکنه تبدیل میکنن، با وجودی که خودشون انسانهای بسیار آروم، بسیار عاشق، بسیار ضعیف متاسفانه هستن و بلد نیستن. بنابراین واقعا مهمه که شما یک بلنسی رو ایجاد بکنین و عشق و به احتیاجات فرزندتون جواب دادن همراه با استراکچر دیسیپلین، با دیلید گراتیفیکیشن، یعنی لذتی رو که داره کنار بذاره و اول به مسئولیتش حتی توی سن 2 و 3 و 4 سالگی در حدی که براش مناسب هست پرداخت بشه. یکی از راه‌هایی که خیلی ساده این مسئله آروم و ساده خیلی به وجود میاد اینه که بچه‌ها رو شما میبرین بیرون و شروع میکنن خودشون رو پخش کردن زمین و گریه کردن و فحاشی کردن و میان به پاتون میزنن توی بیرون و شما فکر کنید ها این همه آدم وایساده من بعد چیکار کنم؟ اوکی پس بهش بدم، پس بخرمش که آروم بشه این. خب همین لحظه شما وقتی این کارو کردین اولین درسی که به بچه یاد دادین اینه که با خشونت، با زدن، با گریه کردن، با قوقا به وجود آوردن و اینی که شما دلتون نمیخواد که آبرتون از بین بره، فوری اون چیزی رو که میخواد بگیره. پس در نتیجه این رو ادامه میده، همون لحظه مهرموم شد. یعنی هر رفتاری که شما دارین میکنین که اگر رفتار منفی فرزندتون رو بهش صحه دادین، بهش باهاش کوتاه اومدین، همون لحظه است که توی ذهن اون مشخص شدش که من میتونم که با داد و بیداد، با بیادبی، با شلوغ کردن، با توی جامعه چیز به وجود آوردن، با تهدید کردن، من میتونم هرچی دلم بخواد به وجود بیاد. خواهش میکنم اینجا جای بحث پرنتینگ و اینکه چطور اونجا بریم الان نیست، دوست داریم واقعا روی این سابجکت بمونیم، ولی خواهشم از شما این هست که دنبال اطلاعات برین و به خصوص وقتی یک اطلاعاتی رو میگیرین، انقدر اطلاعات زد و نقیص بیرون هست، من انقدر کتابایی رو میخرم چون دوستشون ندارم و میخوام بدونم به خورد مردم چی دارن میدن، که خوندن کتاب مهم نیست، مهم نیست که چی دارن میگن، مهم اینه که واقعا نگاه کنین و ببینین آیا این اطلاعات درست هست یا نه و میخواین با اطلاعاتی برین که هم به نیاز بچه با عشق تموم رسیدگی بشه و هم دیسیپلین رو با آرامش و به نحوه درستش به شما یاد بده. برگردیم و بریم توی اون سرکل، توی اون دایره‌ای که اونایی که رفتار خشونت آمیز دارن توش میفتن و خانواده خودشون رو توش میندازن. بذارین از اونجا شروع کنیم که خشونتی اتفاق افتاده. داشتن اختلاف نظر خشونت نیست. اینکه شما اختلاف داشته باشین و حتی عصبانی باشین با هم دیگه ابدا خشونت نیست. خیلی نچرال هست، خیلی نرمال هست، خیلی صحیح هست که دو نفر با هم اختلاف داشته باشن و حتی صداشون رو بلند بکنن. اینی که احترام همدیگر رو نگه دارین، همدیگر رو کوچیک نکنین، استفاده نکنین از اسلحه‌ای که بخواین به نحوی دیگری رو شکست بدین، مسئله مهم ما هستش. بنابراین داشتن یک اختلاف، داشتن اختلاف نظر، ما اینو کنار میذاریم و میریم روی اون سیکلی که کسی که رفتار خشونت
آمیز داره، هول میده، مو میکشه، تو سیلی میزنه، دستتون رو به قدری با فشار دست شما رو میگیره یا میزنتتون به دیوار یا و این رفتارا تمام بدنی هستش، یا اینکه با شما یک رفتار سکشوالی داره که ابدا دوست نداری، نمیخواین، هر رفتاری که هر تاچی که unwanted باشه، که خواستنی نباشه، هر جور تماس بدنی که خواستنی نباشه از طرف شما، چه در داشتن سیکس و چه در داشتن یک مبادله و اختلاف نظر، بهش میگن ابیوز و رفتار خشونت آمیز. و این اولین قدیمی ترین و محکم ترین برای اینکه علامت میذاره روی بدن بیشتر مواقع مسئله ابیوز هستش. اگر وقت بعد از اینکه این اتفاق میفته برای کسی که این سایکل رو داره، بعدن یه حالت، اول بهتون بگم که قبلا ما فقط میگفتیم که ابیوز اتفاق میفته، بعد اون هانیمون استیج هستش و بعد دوباره بیلد اپ، دوباره اون تنشن به وجود میاد و بعد ابیوز دوباره. الان این یک مقداری بازتر شده و بهش خیلی عمیق‌تر دارن نگاه میکنن و وقتی که ابیوز اتفاق میفته نگاه به احساس فوری بعدش میکنن که برای کسی که این مسئله رو به وجود آورده یک احساس گناه دست میده که من چرا همسرم رو کتک زدم، چرا جلوی فرزندم ظرف شکستم، چرا مشت زدم شیشه میز رو شکستم، چرا فرزندم رو ترسوندم، چرا به همسرم حمله کردم. ولی و بعد از اون برای اینکه خودش رو آروم بکنه شروع میکنه به دلیل و برهان آوردن و مقصر کردن. اگر این کارو نکرده بودی من این کارو نمی‌کردم، تو باعث شدی که من این کارو بکنم، هیچ کس دیگه‌ای نمیتونه منو به این درجه برسونه، تو تنها کسی هستی که منو به این دیوونگی میرسونی، و شروع میکنه طرف رو مقصر کردن. بعد از اون یک مقداری توی مرحله بعد همه چیز آروم میگیره و یک رفتار عادی و معمولی مثل که چیزی اتفاق نیفتاده، و یا اینکه حتی دلت رو به دست بیارم که اوایلش همونجوری که شما گفتین هدیه خریدن و مسافرت بردن و جواهر و گل و شکلات خونه آوردن و مهربون تر بودن برای اینکه این رابطه رو نگه داره، چون خودش هم میترسه از اینکه ضربه‌ای به این محکمی زده و از اینکه طرف بذاره بره، ترس و وحشت برش میداره و این رفتار یه رفتار آروم میشه. ولی بعد از اون دوباره اون فانتزی، اون حالتای این که من باید آدمش کنم، من باید نشونش بدم، اون حالت ترس رو به وجود بیارم تا احترام رو بر من قائل باشه، نه انگار اگه هیچی بهش نگی، هیچ کاری نکنی، خیلی داره پر رو میشه، دوباره این حالت فانتزی براش پیش میاد و اون حالت تنشن بالا میگیره و درش جمع میشه، با وجودی که کاری نمیکنه ولی آروم آروم انقدر جمع میشه تا دوباره اکسپلوژن، اون منفجر شدن به وجود میاد و در یک لحظه برمیگرده و حالت انفجار بهش دست میده و دوباره حالت رفتار خشونت آمیز شروع میشه و انجام میشه. همش هم به خاطر اینه که مثلا طرف ممکنه پررو بشه نیست، بعضی موقع طرف عادت میکنه که این شخص کیسه بوکس منه، یعنی اینی که من میرم بیرون خودم رو نگه میدارم، چون بالاخره این نوع تنشن و عصبی بودن و همه جا هست، ولی بیرون چون جرئت نمیکنم که این نوع خشمم رو رها بکنم، اگه بیزنس دارم مشتری ما دست میدم، اگه سر کارمندم بیرونم میکنن، اگه با آدم غریبه این کار رو بکنم ممکنه بندازنم زندان، یعنی با کسی دیگه بیرون نمیتونم این کار رو بکنم، در نتیجه تمام فشارهایی رو که بهم میاد و خستم میکنه و توی من هست میارم خونه و بعد چون کیسه بوکسم اونجاست و میدونم که اگه بزنمش نکاری میکنه، نه به پلیس خبر میده، نه میتونه بره یا نمیخواد بره یا هر چیزی که هست، پس در نتیجه به خودم اجازه میدم که این کیسه بوکس هر چی هست تو سرش خالی بکنم و بعد از یه مدتی همچین چیزی عادی میشه، عادت میشه و ممکنه که اون شخصم کاری نکرده باشه، ولی یه قسمتی از این سایکل هم به وجود میاد که میشه مال خود خانم ها یا حالا کسی که داره این ابیوس میشه، چون آقایون هم از طرف خانم ها خیلی عین همین ابیوس میشن، فقط درصد اینه که آقایون بیشتر دارن خشمشون رو نشون میدن به زنها بیشتره، ولی به خاطر اینکه بیشتر هم هست ما این طرف رو داریم صحبت میکنیم، ولی هرچی ما میگیم بالعکسش هم عین همون وجود داره و شما هر دو توشو اونجوری بشنوید. خیلی از خانوم ها وقتی که این اتفاق براشون میفته که طرف کودکشون میزنه و احساس شرم براشون به دست میاد، خشم به دست میاد، ترس به دست میاد، بعد از یه مدتی که طرف میبینه که این داره
تنشن بیلدینگ و داره خشم بهانه میگیره چون میدونه که قراره به کجا برسه. خیلی از اون اشخاص یواش یواش دیگه این سیخ آخر رو بهش میزنن، میگم من که نمیتونم، این انتیسیپیشن، این منتظر بودن سخت‌تره که هی بخواد بهانه بگیره بالاخره کی میخواد کتک رو بزنه. مثل این میمونه که با بس زودتر کتک رو بزنه که بعد بیاد حالا یا ول کنه یا آروم بشه، چون این خب من حوصله ندارم میگم مثلا یه هفته میخواد صبح تا شب بیاد نق بزنه قور بزنه. و بعد میبینیم گهگداری بعد خانما یاد میگیرن که کجاست که اینو فیتیله رو یه دفعه روشن کنن و اونا هم براشون یک عادت میشه. و میبینین که خیلی موقع وقتی میان تو دفتر ما هر دو نفر باید نگاه کنن که چه جوری دارن این فضا رو پر میکنن، کجاست که یه هم مرد داره شروع میکنه بهانه جویی کردن و کجاست که زنه دیگه خسته میشه از بهانه جویی این و یه کلمه ای رو میگه، مخصوصا یک حرکتی رو میکنه که میدونه انقدر این آدم متنفر از این مسئله که بعد حمله میاد. حالا حمله که میاد حداقل تموم میشه و میره تو قسمت بعدی. یک طرف دیگه این مسئله هم این هست که ما انسان ها چه زن باشیم چه مرد باشیم با 4-5 تا نیاز خیلی ابتدایی به دنیا میاییم. یکی این که میخواییم بدونیم متعلق به کسی و جایی هستیم، یکی این که یک عشق دیوونه وار احتیاج داریم به عنوان یک فرزند تازه به دنیا اومده تا اعتماد بکنیم به این دنیا، بعد میخواییم بدونیم که ما قدرت داریم بی قدرت نیستیم و بعد آزادی عمل داریم و بعد احتیاجی که به اتنشن داریم. بنابراین اون بلوپرینت ما، اون نقشه‌ای که برای وجود ما و مغز ما ریخته شده و بدون اینکه ما بهش دسترسی داشته باشیم یا بخوایم برنامه ریزیش بکنیم یا بخوایم عوضش بکنیم، این 4-5 تا رو از ما میخواد. و وقتی که یک نفر با یک حالت خشونت آمیز داره ما رو میترسونه و به ما احساس بیچارگی میده که من نمیتونم این رو کنترل بکنم، اون طرف من که نمیخواد این همه احساس بیقدرتی اذیتش میکنه، میخواد بگه اگه دارم میخورم حداقل من باعثش شدم، حداقل قدرت این رو دارم که اونو به اون نقطه برسونم. من و خیلی خیلی ناخودآگاهه، میخوام که متوجه باشیم که بسیار ناخودآگاهه و حتی خود من متوجه نیستم که چه کار کردم. ولی تمام این دینامیک ها هیچ دلیلی نمیشه برای اینکه شوهری یا خانمی بتونه به همسرش بگه تو کردی که من کتک زدم، تو مسئول بودی، برای که هیچ کس مسئول رفتار دیگری نیست. هر چقدر یه نفر منو عصبانی بکنه باز من مسئول رفتار خودم هستم. بنابراین اینجا ما یک قربانی رو بلیم نمی کنیم، فقط داریم این دینامیک ها رو جدا می کنیم. ما حتی کسی هم که باعث رفتار خشونت آمیز میشه و ریجش رو، انگرش رو، خشمش رو نشون میده با حالت های وحشیگرانه، ما مقصر نمی کنیم. اینجا ما جاجمنتی نداریم، قاضی نیستیم، فقط داریم میگیم که چی باعث میشه که هر دو طرف توی یک بازی به این خطرناکی وارد بشن و چیزی رو به وجود بیارن که خودشونم واقعا قصدشون نیست که اینو به وجود بیارن. شوهری که صدمه خیلی بدی به فرزندش یا به همسرش یا به خواهر و برادر خودش میزنه، وقتی که توی آفیس ما میاد، توی دفتر ما میاد، واقعا زار میزنه بعضی وقتا و میگه من اصلا نمیخواستم و قسم میخورم که دیگه هرگز این کارو نمیکنم. معمولا اشخاص خیلی موقع بیرونگران، بیرون خودشون رو نگاه میکنن ببینن چه اتفاقی افتاد، حرکات خودشون رو نگاه نمیکنن که ببینن چه کار دارن میکنن و چه تأثیری دارن میذارن. و برای تغییر هر چیزی اولین قدم اینه که من نگاه کنم که چجوری من دارم تو این بازی شرکت میکنم، حتی اگر بازیه که اومده طرف من. خاطر همین خیلی مهمه که هر کسی قسمت خودش رو نگاه کنه. یعنی اگر دارین برنامه ما رو نگاه میکنین و مورد این ابیوس اتفاق براتون افتاده، نگاه بکنین که خود شما چجوری دارین عمل میکنین. آیا کسی هستین که دارین زور میگین، کتک میزنین، فحاشی میکنین و کنترل میکنین حالا به هر دلیلی که فکر میکنین و چه تأثیرهایی رو داره میذاره، و آیا کسی هستین که دارین اجازه میدین که این اتفاق براتون بیفته، حتی اگر که کاری هم نمیکنین، فقط دارین اتفاق بر شما میفته ولی کاری نمیکنید. خود اون عمل نکردن و ایست ندادن باز اجازه است و خود اون اجازهی که دارین شما میدین خودش دوباره میشه ادامه اون جریان. و همطور که شما فرمودین مسئله اینه که کی مقصره نیست، مسئله اینه که مسئولیت من در
قبال این نتیجه‌ای که امروز به وجود اومده چیه؟ چون تنها جایی که من میتونم عوض کنم قسمت خودم، رفتار خودمه و تا نتونم مسئولیت خودم رو در این مسئله نگاه کنم نمیتونم به هیچ عنوان تغییر بدم. شاید مسئولیت من اینه که اعتماد به نفسم کمه، شاید مسئولیت من اینه که احساس ناتوانی میکنم و قدرت ندارم و به خاطر این احساس ناتوانی اجازه میدم که ابیوز بشم. بازی مسئولیت منه که من این اجازه رو دارم میدم و کجاست که باید قدرت پیدا کنم، قوی بشم و برم بالا تا جایی که دیگه این اجازه رو ندم که این اتفاق بیفته. یعنی چه مسئول بودن روی مسئله خیلی مهمه. رفتار خشونت آمیز فقط به یک حمله بدنی و یا داشتن سکس بدون اینکه طرف شما خواستارش باشه و بخواد نیست، یا مسائل بدنی به تنهایی نیست. اون یکی از اصلی ترینش و قدیمی ترین توی دفینیشن، توی تعریفی که توی رفتار خشونت آمیز هست وجود داره. بعد از اون قانون به تمام انواع و اقسام رفتار خشونت آمیز دیگه هم نگاه کرده و اونا رو جز این تعریف میاره و قانوناً دنبال میکنه و اونا ایموشنال ابیوز هستش، اکونومیک ابیوز هستش، اگه از نظر مالی کسی رو در تنگنا بذاره، اجازه نده سر کار بره، پولش رو بگیره، اجازه نده حساب بانکی داشته باشه، به هیچ جور استقلال مالی نده، اجازه نده درس بخونه، اجازه نده پیشرفت از نظر درسی، از نظر حرفه‌ای، از نظر مالی بکنه، و یا اینکه برده نگرش میداره اون شخص رو توی زیر دست خودش و اجازه نمیده با دنیای خارج روبرو بشه که نکنه از دستش فرار کنه. با اگر که تهدید بکنه، اگر رفتارش خشونت آمیز باشه، اگر که بترسونه با تهدیدایی که میکنه، اگر که طرف رو آیسولیت بکنه. من عزیزانی رو دارم که وقتی میان تو اتاق میگن وای نه من نمیتونم به هیچکی بدم، آخه آبرومون میره، و با ترس این که هیچ به هیچکی نگو یا اگه پدر و مادرت بفهمن من دیگه هرگز قدم اونجا نمیذارم، نمیتونم تو چشمشون نگاه بکنم، اگه بگی ضرر و زیانی به این رابطه میزنی که دیگه من نمیتونم برگردونم طرف رو. بالعکس اینم هست که تهدید میکنن پدر مادره رو، اگر این کار بکنی بلند میشم به پدرت و این کار میکنم، آبروی پدرت رو میبرم، بلند میشم میرم در خونه خواهر دامادتون این کارو میکنم، اونو میکشم، اونو میزنم. در نتیجه خیلی موقع هم هستش که اشخاص به خاطر اینی که خانوادهشون رو، یعنی خانوادهشون به ضرر نرسه، نگم دارن. یعنی به جاهایی رسیده که زنه میگه من میرم، تمام کاراشو میکنه بره، بعد تازه تهدید میشه پا تو از اینجا بذاری، قدمتو برداری، برم مادرتو میکشم، پدرتو میکشم، این کار میکنم، و دوباره برمیگردونه طرف این یک برده توی خونه. و تمام این رفتارهای خشونت آمیز احساسی غیر قانونی هستش و قابل دنبال کردن و قابل اینکه پرونده رو باز بکنین و کسی رو از خودتون، برای اینکه خودتون رو سیف و امن نگه دارین، بخواین اون رو از خودتون دور نگه دارین. انگلیس بالاخره قانونش رفت تو برای ایموشنال، امریکا هنوز نرفته، ایران هم هنوز نرفته. ولی اگر بخوان بهش چی میگن؟ یه برگه‌ای میگیرن برای اینکه طرف نتونه از چند فیتی یا چند مایلی یه جلوتر اگر رفته باشه بیرون، بله، از که اطرافشون از 500 فیتی که اطرافشون نباشه. بله، بنابراین بله، قانون زندانی داره الان انگلیس، حتی قانونی زندانی داره. بله، جرم زندان داره. بیوتیفول، برای اینکه فحاشی بکنه یا ایموشنالی احساسی کسی رو آزار بده. ببینین، مسئله این نیست که ما بخوایم کسی آزاری ببینه، حتی کسی که رفتار خشونت آمیز داره، ولی داریم میبینیم که کسی توی دنیای بیزینسش کسی رو ابیوز نمیکنه، ایمپلویشو ابیوز نمیکنه، با دوستاش این کارو نمیکنه، چون براش یک نتیجه منفی داره. و توی خانواده خودش چون میتونه کنترل بکنه، ایجاد ترس بکنه که نتیجه منفی نداشته باشه، اونجاست که این آزادی ناخودآگاهش بهش میده که این رفتار خشونت آمیز رو با وجودی که خودش هم نمیخواد اونجا اجازه انفجار بهش بده، و انفجار برای هر دو طرفین، شوهر و زن و بر فرزندانشون اتفاق بیفته. و اصرار برای نیستش که اشخاص از جایگاه قانون بخوان برن و تنبیه بشن، اصرار بر اینه که برن کمک بگیرن. ولی اگر با زبون خوش نمیرن کمک بگیرن، اونجاست که قانون میاد و جلودارشون هست که برن با زبون کمی زورتر از خودشون برن کمک بگیرن و یاد بگیرن که
جور دیگه اون احساساتشون رو ابراز کنن، اگر افسردن را بتونن چجوری درمان بگیرن، یا هر مدل اگه بلد نشدن که چجوری گفتمانشون رو داشته باشن و اون چیزایی رو که درخواست دارن در زندگیشون بگیرن، حداقل برن یاد بگیرن. متاسفانه به خاطر اینی که جایزه‌ای که در حقیقت اون طرف اون لحظه میگیره از این هارتم پورتم و اینه که اون چیزی رو که میخواد میگیره، این جایزه تا زمانی که ازش گرفته نشه هنوز داره به اون این انگیزه رو میده که این راه ها رو ادامه بده. تنها راهی که معمولا این اتفاق میایسته اینه که دیگه جایزه بهش داده نشه، یعنی اگر یک چیزی رو میخواد با زور بگیره، با زور بهش داده نشه. اگه زور میگه به هیچ عنوان توجه بهش داده نمیشه. زمانی که مؤدبه و مهربونه تازه آدم میتونه نگاه کنه. و این رو اگر که اون زن این قدرت رو نداشته باشه و انقدر داغونش کرده که یواش یواش قدرت چون نیست اون نمیتونه روحش بازه. یه صحبتی بودش که مثالی هست، میگن اگر شما یه دونه قابلمه رو بذارین آب جوش آب داغ آب بذارین توی قابلمه بذارین و گاز رو روشن بکنین و آب جوش بیاد و قورباغه رو بندازین توش، تا پاش میخوره به آب داغ پرت میکنه خودشو بیرون. ولی اگه یه قورباغه رو بذارین توی دونه قابلمه و آب خنک، آب ولرم که راحت باشه باهاش توش باشه، داره شنا میکنه، فکر میکنه جای امنی و داره شنا میکنه، بعد زیرش رو روشن میکنه و هر چقدر که این داره داغتر میشه قورباغه هم داره با این داغ میشه و انقدر میمونه توش تا میپزه و میمیره. و خیلی موقع ها در این شرایط اولش که اینا نبوده که وقتی که یک نفر اومده ازدواج کرده و تازه خیلی از این آدم هایی که بیوسیون انقدر احساساتشون قویه که قسمت قربون صدقه شون هم خیلی قویه. بعضی مهم در عرض دو روز عاشق میشن و گل میارن و انگشتر میارن و میخوان حتما ازدواج کنن و اون حالت رومانتیک و پشنشون و ارتباطات جنسیشون هم خیلی عالیه. در نتیجه از اونجا شروع میشه، بعد یواش یواش ابیوس میاد، بعد معذرت خواهی میکنه، بعد دوباره میاد دوباره معذرت خواهی میکنه، آروم آروم انقدر این رو میزنه تو سرش که این همون قورباغه که یواش یواش زیر اینجا این فضا رو باز کردن و یه روزی چشش رو باز میکنه میبینه چندین و چند ساله که انقدر خورده تو سرش که این خاک شده، انقدر ناتوان شده. و استادیه هستن که اسمش گذاشتن learned helplessness، یعنی ناتوانی یاد گرفتنی در زمانی یاد گرفته این رو. این مثال شما خانم دکتر زین با وجودی که واقعا دردناکه، من هر چیز رو که به من میگین من تصویر تصور میکنم، بنابراین نشسته بودم اینجا واقعا برام سخت بود، ولی به قدری صحیحه که دارم فکر میکنم راجع به اون ساید این مثال هم صحبت بکنیم که واقعا خانومی آقایی که خودش مستقل و قوی بزرگ شده توی یک خانواده سالم با عشق، وقتی که وارد یک این رابطه میشه با منیپولیشن و با عشق و با گل و با صحبت‌های قشنگ و با رمانس، آنی که دستی روی این زن یا مرد بلند میشه یا اولین علائم خشونت آمیز میاد، این مثل یک قورباغه واقعا میپره. و من داشتم کسانی رو که اومدن تو اتاق و گفتن من اینجا نمیمونم، من به کسی اجازه نمیدم با من مثل یک آبجکت رفتار بکنه، من از خودم ایده دارم، من انسانی هستم، من آبجکت نیستم، اون نمیتونه تمام این قوانین رو بذاره و من اگه تخطی بکنم بخواد منو مجازات بکنه. این رابطه اصلا یه رابطه ناشناخته است و هر چقدرم که من دوستش داشته باشم به هیچ عنوان زیر بار یک همچین مسئله ای نمیرم. در حالی که کسی که توی خشونت توی ابیوز بزرگ شده، شاهد کتک زدن پدر به مادر بوده، متاسفانه به دلایل زیادی که میتونیم باز بکنیم بعدها، اترکت میشه، جذب میشه به شخصی که این جاذبه رو داره و یک حالت ابیوز کننده رو داره. بهش میگیم unfinished business. من وقتی از پدری که عشق ازش میخواستم نگرفتم و ابیوز گرفتم، از یک آدم عاشق و مهربون و آروم این عشق رو نمیخوام، ناشناخته است برای من. من از کسی این رو میخوام که شبیه پدرم باشه و به خودم میگم
این آدم خیلی خوبیه و عوض میشه. حالا اگه یه خورده عصبانی شد انقدر عاشق من میشه، انقدر به من عشق میده، چون این نیاز درونی منه که دیگه هرگز عصبانی نخواهد شد و بنابراین جذب یک همچین شخصی میشم و وارد اون سیستم میشم و همونجا از یک سیستمی اومدم که آردی خاک شده هستم. اون محیط آروم آرومم که گرم میشه من متوجه نیستم، چون قبلا توی این آب گرم بودم و اونجا میمونم و اونجا جا میخورم. یعنی وقتی که من دارم به یک خانم یا آقای قدرت میدم که توی این رابطه قد علم بکنه و از خودش دفاع بکنه، قدم به قدم میبینم برای کوچکترین مسئله به من زنگ میزنه و میگه که مثلا من قول داده بودم که فرض کنین دیگه سر کار نرم و باهاش کار نکنم توی اون محیط، برای که منو جلوی کارمنداش و اینا ابیوز میکنه و ما داریم کمکش میکنیم که روی پای خودش بیسته، حرفه خودش رو پیدا کنه، استقلال پیدا کنه و خودش رو از اون محیط جدا کنه که احساس کوچیکی نکنه و بعد متوجه بشه که خودش هم باعث قدرت هست و از حالت خاک بودن بیاد بیرون. به من زنگ میزنه و میگه ولی میدونین الان به من گفته نه، تو حالا بیا تو آفیس، من به تو احتیاج دارم، حالا اشکالی نداره، نه دیگه اتفاق نمیفته و من حالا چه کار کنم؟ یعنی اصلا متوجه این نیستن و قدم برای برداشت و برای قوی کردن خودشون واقعا به پشتوانه، به عشق کس دیگه‌ای، به سپورت کسی احتیاج دارن که یک سیستم دیگه‌ای بجز سیستمی که پدر و مادر بزرگش کردن بهش بده و با اون آشناش بکنه. گروهی هم که ضربه میخورن همونطور که شما گفتین یا از خانواده هایی میان که اونها هم پدر یا مادرشون مکررن تحقیرشون کردن، کتکشون زدن و این فضا براشون خیلی خیلی آشناست. یعنی وقتی که اصلا میری نفر انتخاب کنه جوری داره انتخاب میکنه که یه مقدار اون حرکات و حال و هوای پدر مادر خودشو داره، در نتیجه آشناست، ممکنه خوشش نیاد، ممکنه زجر داره میکشه، مشخصا داره زجر میکشه، ولی فضا براش آشناست و اصلا میره طرفش گراویتیت میکنه. مثل اون که دو طرفش هم گفتیم، کسانی هم بوده خانم برخورداری که من دیدم که جالبه که در خانواده خودشون اصلا خشونت نبوده ولی مهربونی زیاد بوده. مثلا تمام پیامی که از پدر و مادر گرفته اینه که تو همه رو باید دوست داشته باشی، هیچ اشکالی نداره، با هیچ کس دلخور نشو، آدم ها رو باید براشون کوتاه بیای. یعنی یک آدم بسیار بسیار مهرطلبی رو به وجود آورده که این آدم وقتی میره اونجا و در ذهنش اینه که من حتما باید عاشق شوهرم باشم و همه چیز رو درست بکنم، دست منه، دست زن خوبه که فضا رو آماده بکنه، اون هر ناراحتی شوهرم داره من بعد انجام بدم. حتی با این دیدگاه هم وقتی که میرن توی این رابطه و اولین بار که کتک کاری و هر چیزی که میشه، طرف بعد میاد معذرت خواهی میکنه، گریه میکنه، فکر میکنه ببین الهی بمیرم براش، من پدر مادرم گفته بودن بعد مهربونی کنم، این درونش گناه داره، درد کشیده، پدرش کتکش زده، پدر نداشته، این اتفاق افتاده، پس بذار من بهش برسم. بعد خب این آدمم بلند میشه میره خونه مادر پدرش، آره کتک خوردم، اشکالی نداره مادر جون، حالا درست میشه، تو هر کی مهربونی بهش بکنی همه چیش خوب میشه. و میبینین با همین مهربونی کردن، برای من حرفم اینیست که مهربونی نباید انجام بده، ولی باز دیدم که شما باید حد و مرز رو بذارید و مهربونی کنید، نه اینکه بدون حد و مرز مهربونی کنید. چون اینکه اگه من اجازه بدم یک نفر هی تو سر من بزنه و هی بگیرم بشورم بهش مهربونی بکنم، باز خودم دارم اجازه میدم که منو بکنه دورمت و از روی من را بره و اون آدم مهربونی من رو بهش ارزشی نخواهد داد. برای اینکه و حتی شده من شوهره اومده کتک زده، میگه نمیشینه به پای من، قرم صدقه من میره وقتی دارم کتکش میزنم و اون لحظه میخوام بالا بیارم. یعنی کسی که داره کتکش میزنه تازه به من روانشناس برمیگرده میگه من نمیفهمم، این یه دقیقه نمیتونه بالا جلوی من وایسه بگه نکن، هرچی من بزنم تو سرش بازم میخوره. یعنی جالبه کسی که احترام به عشق خودش میذاره و این هدیه رو میده، در نگاه کسی که داره بهش بی احترامی میکنه اون خودش حرکت بی احترامیه. برای اینکه نباید
گذاشت که کسی به شما رو آزار بده. وقتی میذارین کسی شما رو آزار میده، بی احترامی به خودتون میکنین و اونم بی احترامی میکنین. این هم من دو طرفشو دیدم و خیلی جالب بوده برای من، چون همیشه ما تو دانشگاه که داشتیم درس میخوندیم و خیلی سالها تجربه من همیشه این بودش که حتما اون شخص تو زندگی خودش قبلا انقدر کتک خورده بوده یا تو خانواده خیلی بد بوده، تا زمانی که توی پرکتیسم توی مراجعینم مکررن این مدل این طرفم دیدم. یک صحبتی جناب دکتر هلاکویی میکردن که من واقعا دوست داشتم و قبلا به این صورت به این شکل نشنیده بودم، همون بحث شماست، ولی ایشون میگفتن که کسی که مهربونه اول با خودش مهربونه، خودش اول میاد و هیچ کس نمیتونه با شما به اندازه شما مهربون باشه. کسی که مهر طلبه حق کسی دیگه ای رو جلوی خودش میذاره. بنابراین انسان مهربون اول بر خودش احترام قائله، حریم و حوزه‌ای بر خودش داره که هفته آینده یه مقداری یا دفعه بعد که من بیام اینجا با راجبش صحبت خواهیم کرد، ولی انسان مهربون اول خودش بعد دیگری. خب پس مهربان باشید به خودتون تا هفته آینده که دوباره در کنار هم باشیم. ما برنامه هایی رو که چون تصمیم گرفتیم با خانم برخورداری این برنامه ها رو مکررم براتون داشته باشیم، این سری رو ادامه خواهیم داد و همه اونها رو توی یوتیوب چنل من خواهید دید. برید به foojan.com، برید تو قسمت یوتیوب چنل، از اونجا میرین یه لیستی گذاشتم ابیوز و هر چیز دیگه که دوست دارین در اون ببینیم و صحبت های دیگه کردیم. مرسی از اینی که ما بودین. یک دنیا ممنون. مرسی که تحمل صدا و صرفه های منو کردین و تا هفته آینده روز شبتون خوش.